سرخط خبرها، تصمیم جدید روسیه برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در لبنان، بحران جدی در آمریکا، کاهش نیروی انسانی در ارتش و حمله روسیه به پایتخت اوکراین با موجی از پهپادها و موشک‌های بالستیک و کروز. سلام و وقت بخیر، به این سرویس خبری خوش آمدید. و اما مشروع خبرها، تصمیم جدید روسیه برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو در پی اقدامات غرب برای تشدید تنش‌ها در درگیری اوکراین، تغییراتی در دکترین خود درباره استفاده از سلاح‌های هسته‌ای ایجاد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی ریابکوف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس در این باره اظهار داشت کارها در مرحله پیشرفته‌ای قرار دارد و نیت واضحی برای انجام اصلاحات وجود دارد. معاون وزیر خارجه روسیه افزود که این تصمیم در ارتباط با رویه دشمنان غربی ما برای تشدید تنش در درگیری اوکراین است. ریابکوف در حالی که در این مصاحبه اشاره نکرد که دکترین هسته‌ای بروز شده روسیه چه زمانی آماده خواهد شد، گفت با توجه به اینکه ما در مورد مهمترین جنبه امنیت ملی خود صحبت می‌کنیم، زمان تکمیل این کار سوالی نسبتاً پیچیده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روسیه نیز پیش از این به خبرنگاران گفته بود که بحث بروزرسانی دکترین هسته‌ای روسیه بر اساس شرایط فعلی در حال انجام است. بر اساس دکترین هسته‌ای 2020 روسیه، رئیس جمهوری این کشور زمان استفاده از تسلیحات اتمی را بررسی می‌کند و این زمان به طور کلی در واکنش به حمله هسته‌ای یا سایر تسلیحات کشتار جمعی یا متعارف که موجودیت کشور را در معرض تهدید قرار دهد تعیین می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشتر اعلام کرده بود که مسکو می‌تواند در صورت لزوم این سلاح اتمی را آزمایش کند، هرچند وی تاکید کرد که در حال حاضر نیازی به انجام این کار نمی‌بیند. از سوی دیگر آندری کارتاپولوف رئیس کمیته دفاعی مجلس سفره روسیه نیز پیشتر هشدار داده بود که در صورت افزایش تهدیدات علیه کشورش، مسکو ممکن است با تغییر در دکترین هسته‌ای خود زمان استفاده از تسلیحات اتمی را عوض کند. حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در لبنان. خبرهای از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده الناقوره در جنوب لبنان منتشر شده. به گزارش همشهری آنلاین، منابع خبری از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک دستگاه خودرو در شهرک الناقوره در منطقه الحمرا واقع در جنوب لبنان خبر دادند. بحران جدی در آمریکا، کاهش نیروی انسانی در ارتش. نشریه وکس در گزارش تحلیلی روز یک شنبه خود نوشت در اوکراین هر دو جبهه تا پاییز 2023 بیش از 200 هزار سرباز خود را از دست دادند. مؤثر بودن مهمات و تسلیحات آمریکایی در روند جنگ اوکراین قابل نادیده گرفته شدن نیست، اما در نهایت تعلیم سریع نیرو توسط اوکراین از سقوط کامل این جنگ در 2022 جلوگیری کرد. یک رسانه آمریکایی به بحران‌های پیش روی آمریکا در زمینه کاهش نیروی انسانی در ارتش این کشور پرداخت. نشریه آمریکایی با اشاره به شرایط جنگ غزه و اوکراین نوشت که با وجود تمرکز بسیاری روی توانمندی‌های پهپادی، موشکی و دیگر تسلیحات مدرن، جنگ مدرن همچنان توسط نیروی نظامی و سربازان کنترل می‌شود. نشریه وکس در گزارش تحلیلی روز یکشنبه خود نوشت در اوکراین هر دو جبهه تا پاییز 2023 بیش از 200 هزار سرباز خود را از دست دادند. مؤثر بودن مهمات و تسلیحات آمریکایی در روند جنگ اوکراین قابل نادیده گرفته شدن نیست، اما در نهایت تعلیم سریع نیرو توسط اوکراین از سقوط کامل این جنگ در 2022 جلوگیری کرد. وکس نوشت در خاورمیانه نیز شرایط مشابه است. با وجود حصار فوق پیشرفته و خودکار اسرائیل در اطراف باریکه غزه، این حصار توسط نیروهای ماهر حماس که از فناوری پیشرفته‌ای برخوردار نبودند فتح شد. عملیات حماس نیز در نهایت توسط سربازان اسرائیلی خونسا شد. حتی در اسرائیلی که به فناوری‌های نظامی فوق پیشرفته خود می‌بالد، امنیت آن توسط سربازان تامین شده.
آمریکا 51 سال پیش این رویکرد را کنار گذاشت و جنگ‌ها و مداخلات متعدد خود را از آن زمان با نیروی تمام داوطلب ABF انجام داد. اما تمام داوطلب نام اشتباهی است. آمریکایی‌ها برای خدمت صف نمی‌کشند و نیروهای تمام داوطلب ارتش آمریکا واقعاً یک نیروی کاملاً استخدام شده است. استخدام سالانه قبلی آن از حدود 150 هزار آمریکایی عمدتاً جوان که به طور جداگانه مستقر شدند به میدان می روند و مشوق خدمت هستند با تلاش و هزینه قابل توجهی همراه است. ایالات متحده با نیروهای تمام داوطلب دو جنگ خارجی در عراق و افغانستان را پشت سر گذاشت، اگرچه هیچ یک از این جنگ ها یک پیروزی نبود. طبق این گزارش جنگ با روسیه، چین، ایران یا کره شمالی شرایط کاملا متفاوتی خواهد بود. در این جنگ ارتش آمریکا در عرض چند هفته نسبت به آنچه که این کشور در کل جنگ خود علیه تروریسم تجربه کرد متصل خواهد شد. بوکس در ادامه نوشت: اما با چند برابر شدن بحران‌ها در خارج از آمریکا، تهدید فوری وجودی برای ارتش تمام داوطلب کشور و در نهایت برای امنیت آمریکا در داخل است. آمریکایی کافی مایل و قادر به پر کردن رده‌های ارتش وجود ندارد. و اما خبر اخیر، حمله روسیه به پایتخت اوکراین با موجی از پهپادها و موشک‌های بالستیک و کروز. به گزارش اکو ایران، نیروی هوایی اوکراین بامداد دوشنبه اعلام کرد روسیه رگباری از پهپادها، موشک‌های کروز و بالستیک را به سمت کیف پرتاب کرده است. به نوشته اسوسییتد پرس، چندین انفجار در ساعات اولیه روز دوشنبه پایتخت اوکراین را لرزاند و ساکنان را به پناهگاه‌ها فرستاد. آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، در پی این حمله در صفحه تلگرام خود نوشت: برای همه چیز پاسخی وجود خواهد داشت، و تاکید کرد که دشمن آن را احساس خواهد کرد. به گفته نیروی هوایی روسیه، چندین گروه موشک کروز همراه با موشک بالستیک و چند پهپاد شلیک کرده و کیف را هدف قرار داده است. رئیس اداره نظامی شهر کیف گفت بیش از 10 موشک کروز، حدود 10 موشک بالستیک و یک پهپاد شلیک شده به پایتخت اوکراین و همه آن توسط پدافند هوایی اوکراین منهدم شد. به گزارش رسانه‌های اوکراینی، یک انفجار نیز در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، رخ داد. رئیس منطقه خارکیف حمله صبح زود به منطقه صنعتی خارکیف را تایید کرد و گفت این حمله باعث آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی و چندین ساختمان دیگر شد. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ارتش روسیه اعلام کرد 158 پهپاد اوکراینی را که به چندین منطقه روسیه حمله کرده بودند رهگیری و نابود کرده است، که یکی از بزرگترین حملات اوکراین در جنگ است که حدود 2.5 سال به طول انجامیده است. این حمله موشکی روسیه چند هفته پس از نفوذ نیروهای اوکراینی به منطقه کورسک روسیه صورت می‌گیرد، حمله‌ای که نیروهای مسکو تا کنون برای عقب راندن آن تلاش کردند و کرملین نیز قول داده به آن پاسخ دهد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. تا درودی دیگر، بدرود.